در قسمت خانواده در طول تاریخ انواع مختلف خانواده بوده، اما فعلا در جهان دو نوع خانواده وجود داره. یکی خانواده هسته‌ای است، یکی خانواده گسترده است. خانواده هسته‌ای در اکثر دنیا و در افغانستان هم در شهرهای مثل کابل و شهرهای بزرگ خانواده هسته‌ای معمولا می باشه، اما در دهات خانواده گسترده بیشتر می باشه. خانواده هسته‌ای کدام خانواده را میگن؟ خانواده‌ای که در او پدر، مادر و اولاد است. پدر، مادر، اولاد است. این خانواده هسته‌ای است. دیگران مهمان خانه هستند، کمک کرده میتونن، مشوره داده میتونن، اما مداخله حق ندارن. اما خانواده گسترده کدام خانواده است؟ بر علاوه پدر، مادر، اولادا، دیگران در این خانواده شامل هستند، کاکا، ماما، خاله، عمه، پدرکلان، مادرکلان، و تصمیمای جدی هم گرفته میتونن. بعضا نواسه را پدرکلان به صلاحیت خود بدون پرسانش هم شیرنیش برای کسی میده. ای که کدامش خوب است کدامش بد است، خب سر از او فعلا بحث نمیکنیم، ولی یک تحقیقی که میکنن مثلا میگن که زمینه رشد برای یک کودک سالم در خانواده هسته‌ای فراهم است، در خانواده گسترده نیست. یعنی اگر امکانات باشه ما زمینه را برای جوان و نوجوان خود، بر کسی که ازدواج میکنه فراهم بسازیم که او خودشان یک تشکیل خانواده خوب داده بتونه، ما یار و یاور کمک کننده باشیم. ولی چون در وطن ما مشکلات است از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی، حالی هر کس نمیتونه بر خود یک خانه داشته باشه، یک جای زندگی میکنن، ولی حداقل اصول خوب بسازیم که کودکا را آسیب نزنیم. مثال حالی بس ما نیست، مادر میگه که مثلا من کودکم چاکلیت میگرفت، من چاکلیت ندادم و شنیده بودم که گریان کرد، من باید بی تفاوت باشم، اما به مجرد که من بی تفاوت شدم مادر کلانش چاکلیت برش داد. این سبب میشه که ما یک عادت غلط بر کودک میدیم و اینجا یک برخورد نادرست شد از طرف مادر کلان. اما او بحث ما نیست دوست عزیز نازنینم، بحثی است که ما چطور میتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم. یک چیز دیگر هم باید اشاره کنم که ما دو حالت داریم، یکی که تنها زنده باشیم، یکی که زندگی کنیم. تنها زنده بودن به این که ما با هر غم و رنج و پریشانی میسازیم، ولی زندگی کردن به این که ما بر خود یک زندگی خوب فراهم میکنیم و با اوت یک زندگی رشد کنیم. بنابراین بحث امروز ما همیست که ما یک زندگی خوب بسازیم و در حقیقت تنها زنده نباشیم، بلکه زندگی کنیم و لذت ببریم از زندگی خود. گفته میشه که روابط زن و شوهر از دو حالت خارج نیست، یا رابطه است پر از عشق و محبت، پر از صمیمیت، و یا رابطه است پر از جنگ و دعوا. یا خانواده جایی است که ما همدیگر را رشد میتیم، کمک میکنیم، یا به جان همدیگر افتیدیم، به فکر ازی هستیم چطور سرکوب کنیم، به فکر ازی هستیم که ملامت و سلامت چطور پیدا کنیم. و گفته میشه هر کسی که در زندگی زناشویی، خوب گپ مرا گوش کنه کسایی که ازدواج کرده، گفته میشه که هر کسی در زندگی زناشویی بخواه اختلاف زندگی را ببره، کل زندگی خود باخته. یعنی از امروز شما دیگه به فکر از این نباشین برنده شوین در اختلافات زناشویی، نه، به فکر حل باشین، به فکر از این نباشین کی ملامت شد کی سلامت، مشکل حل نمیکنه، به فکر از این باشین شما یک پیکر واحد شوین، یک اختلاف و مشکل ایجاد شده، ما مشترکاً چطور این مشکل حل کنیم، نه ای که چطور هم دیگر ملامت کنیم. ملامت کردن هیچ چیز حل نمیکنه، بعضی وقت متاسفانه مشکل بدتر هم میسازه. اما تو که در اول گفتیم وقتی بحث میشنوین خود اصلاح بسازین، نه به فکر ازی نباشین که همسرتان ملامت کنین و او را اصلاح. همیال که تو شرش که بی بی تو را میگه سکوی نمی عادتار تو داری، تلفون هم تلویزیون هم گل میکنه یا میخیزه قار میکنه، دروازه را محکم میزنه، میره در اتاق دیگه میگه بشنم خودت بشنم، تو هم تنها میمونی دیگه، باز نمیشنی میمونست. بنابراین با محبت تیر تانه بره، نه تو اگر امو عادت های بد هم داره تیر تا بره بگو سایی که مرا بگه، بگو سایی که مرا بگه خود اسلام سازه. این بسیار مهم است.